کجای این خط‌کشی روشن ایستاده اید؟ طرف تاریکی، تباهی، فساد و سرخوردگی؟ یا طرف نور، زندگی، امید، رفاه و آبادانی؟ کدام طرف ایستاده اید؟ طرف جمهوری اسلامی یا طرف ایران؟ درود میگم به جناب دکتر کیانزاد و پویا بهرامی گرامی، دوستان و میهمانان هر هفته در این گفتگوی سیاسی هفته ما. امیدوارم که همه تندرست باشیم، چون نوروز در راه هست، یعنی فردا در حقیقت آغاز سال جدید خواهد بود و نوروز کهن ما، این نماد هزاران سال فرهنگ ایران، دوباره از نو خواهد آمد. خب ما میدونیم که این نوروز در ایران هم اهمیت بسیار بسیار بالایی داره و مردم این روز رو بهش ارج میدهند. بنابراین من درود میگم به ملت ایران، به هم میهنان عزیزی که این برنامه ها رو میبینند و همچنین درود میگم به زندانیان سیاسی که نمیتونن این نوروز رو در آزادی و در باقی کنار عزیزانشون برگزار کنن و همچنین با یاد جان باختگان جاوید نامان که برای آزادی و برای نجات ایران جان خودشون رو فدا کردن این گفتگوی سیاسی هفته رو ما آغاز می‌کنیم. من امروز این خبر رو خواندم که پلیس راهنمایی برانندگی رژیم اشغالگران ایران اعلام کرده در عرض این 3-4 روز اخیر که مردم برای تعطیلات نوروزی سفر میکنند، سفر کردن که بیشتر سفر به شمال ایران میکنند که هوای بهتری داره، احتمالاً احساس آزادی بیشتری اونجا میشه کرد. 107 نفر در تصادف جاده‌های کشور جونشون از دست دادن. چند روز پیشم رئیس پلیس راهنمایی رانندگی اعلام کرد که خودروهای ساخت ایران از نظر امنیتی بسیار بدند. اونقدر اینها پایین هستند، اونها امنیت پایینی دارند که برای مثال 90% ایربگ ها در تصادفات باز نمیشه. این واقعا باعث تعجب بالاییه که شما ایربگ اتومبیلی در یک تصادف شدید باز نشه و جان مردم رو بگیره. خب این باعث میشه که اون تصادفات باعث مرگ افراد میشن. این در حقیقت رژیمی که داره از ایده های خودش مرتب دفاع میکنه و در بوق و کنا این رو فریاد میزنه که چه تسلیحات پیشرفته ای رو تا به حال ساخته و حتی دنیا نمیتونه به این کار دست بزنه، نمیتونه اتومبیلی بسازه که جان مردم رو نگیرن، اتومبیلی بسازی که حداقل ایروک های اون درست کار کنه. این ایروک ها رو معمولا از خارج ایران وارد میکنن، از دیگران میخرن، ولی
نمیتونن اونها رو به درستی سوار کنن، یا یعنی اینکه اونها رو طوری تنظیم کنن که در تصادفات کار خودش رو انجام بده. اینا باعث تأسفه که جان همیهنان ما با این اتومبیل های سطح پایین، از نظر امنیتی سطح پایین، البته از نظر تکنیکی هم سطح پایین است. یعنی اینها سعی میکنن تا اونجایی که میتونن در اتومبیل ها، در ساخت اتومبیل ها قیمت ها رو پایین نگه دارن که بعد در فروش بتونن استفاده های بالایی ببرن. و ضمناً یک خبری رو که امروز من دیدم این بود که اون بانویی که در واقع سخنگوی کاخ سفید است اعلام کرده که ایده بیرون بردن سپاه پاسداران از فهرست تروریستی آمریکا میتونه مثبت باشه. و با اینکه ما میدونیم سپاه پاسداران جمهوری اشغالگران ایران کماکان در کل منطقه با حمایت و هدایت گروه های نیابتی به فعالیت های تروریستی خودش ادامه داده و دولت های محلی رو مرتب تضعیف میکنه و منافع مذهبی خودش رو مدام پیش میبره. با این حال سخنگوی این در واقع کاخ سفید، این خانم جن ساکی، گفته که بله، اگر سپاه پاسداران رو از لیست تروریست‌ها بیرون بیاریم اشکالی نداره، چون تا به حال اینا صدمه این به آمریکا نزدن و تغییری هم نکرده در این میان. من نمیدونم این خانم به چه دلیل این صحبت رو کرده. آیا واقعا این آنچه است که خود آقای بایدن میگه، خود آقای بایدن گفته، و یا اینکه این بانو رو در حقیقت خریدند که بیاد و این حرفا رو بزنه، زمینه رو آماده بکنه برای اینکه تحریم ها از سپاه پاسداران برداشته بشه و این سرکردگان سپاه پاسداران، این سرداران دزد و قاچاقچی و آدمکش بتونند برای دیدار فرزندانشون که در امریکا زندگی میکنند باز هم به امریکا سفر کنند، احتمالاً کارهای تروریستی خودشون رو انجام بدن. من در اینجا از جناب دکتر کیانزاد خواهش میکنم ایشون میکروفون رو در اختیار بگیرن و بیاناتشون ایراد کنن. آقای دکتر کیانزاد بفرمایید، میکروفون در اختیار شماست. بله، با درود بر همیانان عزیزم در درون و برون از ایران زمین و همچنین درود بر همرزان عزیز جناب دکتر آبار و خدای عزیز. خب ما دو سه روزی دیگر این سال به پایان میرسه و سالی نو آغاز میگرده و خب نوروز همواره پیام آور شادی ها و بگوییم که به گونه ای امید آفرینی ها بوده. و من یادم میاد از دوران دبستان، در آن زمان وزارت فرهنگ و هنر در مدرسه برای اینکه بین فرزندان خانوادهایی که بگویید که به هر روی ثروتمند بودند و خانوادهایی که برخوردار از ثروت به اون صورت نبودند که برای فرزندانشون بتونن هر سال چه دختر و چه پسر بگوییم که روپوش و لباس کازرونی و کفش بخرن، اینا رو از پیش وزارت فرهنگ و هنر، یعنی مدیر دبستان، خبر میداد که برای چند نفر به موقع میرسید و اینها هم همون لباس کازرونی رو میپوشیدن که اون بچه بگوییم خانواده سر بند بعدم پوشیده بود. یعنی
حکومتگران در فکر این بودند که بتوانند بویژه نوروز و فرزندان این ملت با شادی آغاز کنند، نه اینکه خودشون رو پنهان بدارند برای اینکه در اون روزهای شادی آور که میدونین چه خبر در شهرها و مردم با همه گرفتاری هایی که داشتند نوروز رو بلند آوازه به دنبالش بودند و دید و بازدیدهای نوروزی از آغاز ماه فروردین طول میکشید، اعتراض ها میکشید تا پایان ماه فروردین و وظیفه بود، مسئولیت بود دوستان، خانواده و کسانی که آمدند به دیدار میبایست پاسخ داده میشد. و خب بچه هم میدونستن که از بزرگ سالان و به ویژه پدر بزرگان و مادر بزرگان عیدی میگیرند و ما هر روز عیدی ها رو شمارش میکردیم و بنابراین این حکومتگران جمهوری اسلامی که نوکر ملت ایران نیستند بلکه نوکر بیگانگان هستند، اشغالگر هستند، همه این شادی ها رو از ملت ایران و مردم ایران در درازای 40 چند سال گذشته گرفتن. اون خمینی نفهم نادان بیخرد که ملت ایران رو امت کرد، امت اسلام کرد، در واقع همه چیز رو دگرگون کردند. و وقتی ما میگوییم اشغالگر و که خودشو در خدمت بیگانگان و به ویژه روسیه و شخص پوتین جنایتکار قرار داده، این دروغ نیست. خب هم اکنون آمدند قوانین اقتصادی یا قوانینی رو که با روسیه برای تهدیدات مناسبات اقتصادیشون بدهند، اینها رو برای این که بتواند به راحتی به روسیه کمک اقتصادی بکنند. شما در نظر بگیرید که ایران پس از اون کمک های میلیاردی به سوریه حالا میخواد کمک بکنه به این جنایتکاران، به پوتین کمک اقتصادی، یعنی خیلی ساده. خب اگر برجام به نتیجه برسه و اینها میلیارد هایی سرازیر بشود، لابد از این میلیارد ها این بار جناب پوتین بهرمند خواهد گردید. ملت ایران، مردم ایران، زنان و مردان و به ویژه آموزگاران در سال آینده وظیفه و مسئولیت بسیار بسیار بزرگی را در پیش دارند. هیچ جنبشی تا کنون در درون کشور با این نیرومندی به وجود نیامده بود و نیامده است که جنبش آموزگارانه، معلمانه. این باید نیرومندتر بشه، باید تقویت بشه از سوی همه نیروهای سیاسی دموکرات و آزادی خواه. ما نیروی نیرومندتر که بتوانه این حکومت رو به زانو در بیاوره در کشور سراغ نداریم.
کنشگران سیاسی اگر جز این نیندیشند بیاند بفرمایند. باید از آموزگاران و معلمان پشتیبانی کرد، همگانی در سال آینده باید ملت ایران و مردم ایران و آموزگاران و کنشگران سیاسی بتوانند ضربات شکننده بر پیکر این حکومتگران و این جنایتکاران و این اشغالگران که کشور ما رو، میهن عزیز ما رو به چین و روسیه بخشیدند، باید به زبالدان تاریخ فرستاده بشن. امت اسلام یعنی چی؟ ملت ایران، ملت هزاره‌ای ایران. منتها اون مردی که خمینی سوادشو نداشت، از تاریخ چیزی بلد نبود، آمد و از فرصتهایی که در اختیارش گذاشتند و بیگانگان پشتیبانی ازش کردند و این بلا رو بر سر ملت ایران و کشور ما آوردند. اما من امروز دیدم یک پیام تبریک نوروز رئیس ایرانی نروژ. همیهنان گرامی، مردم ایران، یک ایرانی در نروژ به ریاست پارلمان این کشور رسیده. سلام، اسم من مسعود قرهخانیه. من در تهران به دنیا اومدم اما در نروژ بزرگ شدم. امروز رئیس مجلس نروژ هستم که ما بهش میگیم پرزیدنت مجلس. دوست دارم سال نو نوروز رو به تک تکتون مبارک بگم. یک آرزوی دارم، که یه آرزوی هر سال دارم، که یک روزی اون کشوری که من توش به دنیا اومدم بتونه یک روزی این آزادی، دموکراسی و حقوق بشر داشته باشه که من تو کشورم نروژ دارم. درسته که تو نروژ زندگی میکنم و نروژ کشور من هست الان، اما مردم ایران همیشه تو قلب من هستن. با هم خوب باشین، نوروزتون مبارک. براو، آفرین. نوروز تو ایرانی باهوش و هوشمند و اندیشمند و دموکرات پیروز، ما هم به شما شاد باش میگوییم و ما هم امیدواریم، شکی وجود نداره که این ایرانی در نروژ آنچه که از دستش بر بیاد در راستای شکست سیاست‌های جمهوری اسلامی انجام میده و این اپوزیسیون در برومرز و به ویژه در ایران، در ایران کار خودش ادامه خواهد داد، شکی وجود نداره. این کشور کشور بیگانگان نیست. به زودی پوتین در این سیاستی رو که یورشش به اوکراین هست شکست میخوره، شکی در است. مردم اوکراین در ایران میجنگند، میستیزند بر ضد نیروهای روسی و دنیا بهشون کمک میکنه، دنیا بهشون کمک میکنه. اکنون اوکراین
همه نوع سلاح‌های مدرن رو به ویژه برای دفاع از نیروی هوایی بهره‌منده. شکست روسا فراموش نکنیم. آقای پوتین فکر میکرد یه روز دو روز کرک اوکراین رو کنده، سه هفته است و روحیه سربازان روسی روز به روز ضعیفتر میشه و میگویند ما برای چه در اوکراین هستیم و باید جان خودمون رو فدا بکنیم. بنابراین من با امید و آرزو به آینده می نگرم، به آینده ای که بر روی پس از فروریزی این نظام ضد ملی اسلامی مردم ایران بتوانند بار دیگر کشور خودشون رو بسازند تا فرزندان این کشور بتوانند در رفاه، خوشبختی، شادی و بهزیستی زندگی بکنند. من نوروز رو به همگان شاد باش میگویم. پاینده ایران. سپاس از شما جناب دکتر کیانزاد از بیانات بسیار پر ارزش شما. بله، این زنان و مردان دلیر اوکراینی در برابر تجاوز نظامی روسیه که با دو سوم نیروی نظامی اومده نشون دادن که دلاورانه با اشغالگران می جنگند و از روحیه بالایی برای دفاع از استقلال و آزادی کشورشون دارن و در واقع دنیا تحسین میکنه این همه نیرو رو، نیروی روحیه رو که در مقابل یک ارتش بسیار بزرگ و مجهز روسیه ایستادگی میکنند و حتی امکان داره اون رو به زانو در بیارن و شکست بدن. در این چند هفته گذشته 5 جنرال روسی کشته شدند، جنرال های بالا مقام، فرماندهان. دولت اوکراین یک تیم نظامی ویژه برای دنبال کردن محل این فرماندهان روسی اختصاص داده که این جنرال ها و خلبان های روسی رو شناسایی بکنن و اون رو از بین ببرن. این کار رو هم انجام میدن، چون در حقیقت اوکراینی ها میگویند این افرادی که خودشون رو جنرال میدونن، فرمانده میدونن، روسی هستن، میدونند که نیمی از اوکراین در واقع روس ها هستند، اوکراینی های روسی هستند و اینها در حقیقت هیچ گونه تغییر، هیچ گونه فرقی نمیگذارن بین اینها و دیگران و همه رو میکشن. الان در ماریوپول در واقع صدها هزار اوکراینی که در نژاد از نژاد روسی هستند در برابر این ارتش بزرگ قرار گرفتن و کشته میشن. اینها حتی یک چند روز پیش یا دیروز مثل یا پریروز یک ساختمان بزرگ تئاتری رو که در اون هزاران اوکراینی در زیرزمین اون خودشون رو پنهان کرده بودن از بمب‌های روسیه با بمب‌های بزرگی از بین بردند و این بیچاره‌ها در زیرزمین گرفتار شدند. میگویند حدود 100 نفر رو تونستند نجات بدن ولی هزاران نفر در زیرزمین از بین رفتند. بنابراین من واقعا تعظیم میکنم به این همه نیروی روحی، به این همه آزادی خواهی، به این همه شجاعت و امیدوارم که ملت ما هم در این زمینه از این روشی که اوکراینی ها در مقابل روسا پیش گرفتند سرمشق بگیره، از اونها یاد بگیره
و در مقابل روس‌ها و چینی‌ها که ایران رو در حال بلعیدن هستند با شجاعت دفاع کنند و نگذارند که کشور ما، ایران زمین ما، با 7000 سال سابقه فرهنگی از بین بره و از اون فقط یک اثری بمونه. بنابراین ما ایرانی ها برای آزادی و نجات ایران از هیچ چیزی فراگذاری نخواهیم کرد و همه با هم به پا برها میخواست و این رژیم کثیف رو که در حقیقت نوکر پوتینه، نوکر اولیگارشی روسیه است، از بین خواهیم برد، بیرون خواهیم کرد. نخواهیم گذاشت که این کشور ما رو، اینها کشور ما رو در واقع ویران کنند و ملت ایران رو در حقیقت از بین ببرند. من اینجا از جناب پویا برنامی عزیز خواهش میکنم ایشون میکروفون رو در اختیار بگیرن و بیاناتشون رو ایراد کنن. جناب بهرامی، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. سپاسگزارم جناب دکتر آوار. درود میگم به شما، همینطور درود میگم به همه بیننده ها و شنونده های این برنامه و نوروز رو به یکایک بیننده ها و شنونده هامون، سرور گرامیمون جناب دکتر پیانزاد، شما پیشا پیش شاد باش میگم و در آستانه سال نو برای همه هموطنانم آزادی، سعادت و آرامش و همینطور برای ملت جهان آرامش و سعادت رو آرزو میکنم. بله، در هفته که گذشت ما کماکان شاهد دفاع جانانه مردم اوکراین بودیم که به باور من این ملت و همراه رئیس جمهورشون خودشون رو وارد کتاب تاریخ کردن و تا ابد جاودانه خواهند بود با این مقاومت جانانه که در برابر سپاه تا دندان مسلح روسیه مهاجم انجام میدن. 23 روز اگر اشتباه نکنم یا 24 روز از آغاز این جنگ میگذرد، 23 روز، و کماکان میبینیم که تلفات در بخش غیر نظامی بسیار بالاست. شوروی، نیروی روسیه، شوروی سابق، پوزش میخوام چون به باور من این یک جایگزینه برای شوروی شده روسیه، ولی روسیه کماکان به قتل عام مردم ادامه میده و همون تاکتیک و استراتژی رو که پیش از این در سوریه آزمایش کرده بود، به ویژه در حلب، رو داره پیش میبره و شهرهای بزرگ و مهم رو داره به تلی از خاکستر و خاک تبدیل میکنه و بی‌محابا به بمباران و قتل عام مردم ادامه میده. و در این میان ما شاهد هستیم برعکس اون چیزی که شاید پوتین در محاسبات خودش داشت که با این نبرد میتونه به شکاف میان کشورهای عضو پیمان ناتو آتلانتیک شمالی در واقع لطمه بزنه، میبینیم که این کشورها رو به یکدیگر نزدیکتر و متحدتر کرده. حالا گاهن ناهماهنگی های در بین برخی از اعضای ناتو دیده میشه، ولی خب همگی متفق القول بر حمایت لوجستیکی و نظامی از اوکراین تاکید دارن و همینطور به روسیه هم هشدار دادن که حمله به هر کدام از کشورهای عضو ناتو برابر خواهد بود با حمله به تمام اعضای ناتو. در بحبوحه خبرهای اوکراین ما شوربختانه و از سوی دیگر خوشبختانه بعد بگم که خبری رو داشتیم که بالاخره نازنین زاغری که بیش از 6 سال ناجوان مردانه و بیگناه در زندانهای جمهوری اسلامی به اسارت گرفته شده بود، با پرداخت باجی که جمهوری اسلامی از اون خواسته بود به عنوان گروگان، در واقع به عنوان گروگان نازنین زاغری رو نگه داشته بودن و درخواست باج کرده بودن که دولت بریتانیا با پرداخت بیش از 530 میلیون دلار باج به جمهوری اسلامی، نازنین زاغری را تونست آزاد بکنه و او در آستانه نوروز در کنار همسر و کودک خردسالش خواهد بود. این از یک سو خبر بسیار خوشحال کننده هستش که بالاخره یک انسان بیگناه از بند اسارت جمهوری اسلامی آزاد شد، ولی از سوی دیگر هم یک بدعت بسیار بد و نامناسب در عرصه بین المللی بین جمهوری اسلامی و کشورهای غربی رو به وجود میاره که از اکنون به بعد جمهوری اسلامی برای آزادی هر انسان بیگناهی که در بند داره طلب و درخواستی از کشورهای غربی میکنه، کما اینکه پیش از این هم ما
شاهد بودیم که فرانسه به راحتی تروریستایی رو که در خاک خودش دو ترور رو انجام داده بودن رو با یک زندانی سیاسی خودش در واقع تعویض و معاوضه کردش. و همینطور ما در خبرها داشتیم که برای آزادی انوشه آشوری به خانواده او گفتن که در طی 12 ساعت بعد 27,000 پوند معادل 35,000 دلار به جمهوری اسلامی پرداخت بکنه تا او را هم آزاد بکنن. در واقع جمهوری اسلامی نه تنها گروگان میگیره، شکنجه میکنه، آزار میده، میکشه، بلکه از خانواده های در واقع قربانیان هم هزینه جنایات خودش رو دریافت میکنه. در واقع به نظر من این 35,000 دلار یا 27,000 پوند پولی بوده که جمهوری اسلامی در ازای شکنجه و آزار و اذیت انوشه آشوری دریافت کرده. ولی فقط این دو زندانیان دو تابعیتی در زندان‌های جمهوری اسلامی نیستن. ما حداقل الان میدونیم که مهران رئوف، مراد طاهباز، محمد باقر، سیامک نمازی، عماد شرقی، ناهید نقوی، جمشید شارمهد، احمد رضا جلالی، حبیب الله چپ، مسعود مصاحب، کامران قادری، فریبا عادل‌خواه و رضا اسلامی هم زندانیان دو تابعیتی هستند که در زندان‌های جمهوری اسلامی قرار دارند. و بعد ببینیم که کشورهای غربی برای آزادی اینها چقدر حاضرن که بها و پول به جمهوری اسلامی پرداخت بکنن. موضوع دیگری که باید به اون اشاره کرد در واقع بحث گفتگوهای اتمی هستش که ما بین جمهوری اسلامی و کشورهای غربی وجود داشت و اکنون متوقف شده، چون جمهوری اسلامی شدیداً اصرار داره که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا خارج بشه، که ما شوربختانه شاهد چراغ سبزهایی از طرف سخنگوی دولت بایدن و خود بایدن درباره این موضوع هستیم که خب با خارج کردن جمهوری سپاه پاسداران از لیست سازمان‌های تروریستی با این واقعیت روبرو خواهیم شد که دامنه آتش افروزی جمهوری اسلامی که در طی دو سه سال اخیر به خاطر در تحت تحریم قرار بودن سپاه توی منطقه کمتر و کمتر شده بود مجدداً گسترش خواهد یافت. البته که همین چند روز پیش بود که با 12 آبگرمکن پرنده که اسمشو به عنوان موشک بالستیک میذارن جمهوری اسلامی حمله کرده بود به اقلیم کردستان عراق. و جالب اینه که توی این حمله هایی که جمهوری اسلامی تا کنون به کشورهای اطراف با موشک باشه انجام داده، یک نظامی یا یک فرد خارجی که هدف بوده تا کنون آسیب ندیده، ولی در حمله آخری که انجام دادن یک راننده تاکسی در اقلیم کردستان به شدت مجروح شده و آسیب دیده. در پایان سخنانم مجدداً نوروز رو باستانی رو به یکایک همیهنانم شاد باش میگم و برای یکایک این عزیزان آرزوی سلامتی و سربلندی دارم. سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من قرار دادید. میکروفون رو تقدیم میکنم. سپاس از شما جناب بویا بهرامی عزیز. منم در خاتمه این نوروز نماد هزاران سال فرهنگ ایران زمین که دوباره آمد، شکوفه های درختان چهره گشودند و نوید بهاری دلهای ما را از مهر و شادی پر کردند، به همیهنان عزیزمون در ایران و در هر کجای جهان شاد باش میگم و امیدوارم که همگی در تندرستی کامل بتونند این جشن رو به وجه والایی به شادی و پایکوبی بسپارم و امیدوارم که در سال آینده بتونیم همه با هم در کنار هم در ایرانی آزاد و ایرانی نجات یافته از این خیل از این قوم تبهکاران در کنار هم جشن بگیریم. سپاسگزارم از دوستان و سپاسگزاری میکنم از بینندگان و شنوندگان و بدرود میگم تا هفته آینده.
کجای این خط کشی روشن ایستاده اید؟ طرف تاریکی، تباهی، فساد و سرخوردگی؟ یا طرف نور، زندگی، امید، رفاه و آبادانی؟ کدام طرف ایستاده اید؟ طرف جمهوری اسلامی یا طرف ایران؟